آیا قریه دهنهال ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را دیده اید؟ با ما تا پایان این برنامه همراه شوید تا شما را به این قریه زیبا و سرسبز ببریم. سلام دوستای عزیز، می خواهیم شما را ببرم به یک سفر طولانی و دور و دراز، در عین حال زیبا و دلنشین. میدان وردک را می گذاریم و وارد ولایت زیبای غزنی می شویم. راه ها، کیلومتر ها و سرک ها را پشت هم می رویم تا شما را ببرم به این سفر. سبزی ها و قشنگی های ولایت غزنی را سپری می کنیم تا کم کم وارد ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی می شویم. و شما را میبرم به قریه زیبا، قشنگ و بسیار جای دیدنی قریه دهنهال. وقتی وارد قریه میشوی آدم احساس بسیار عجیبی پیدا میکنی. سرسبزی های قشنگ، درختان سر به فلک کشیده اش آدم را مجذوب خود میکند. احساس میکنیم که تمام زیبایی های دنیا در این قریه نهفته هست. نگاهی به اطراف من میندازیم، میبینیم که خانه های قدیمی، دیوار های بسیار کهنه، در و پنجره های فرسوده و چشم میخورد که این حکایت از یک زندگی بسیار قدیمی در این محل را میکند. مردم این قریه بسیار مردم مهربان، مهمان نواز و مردم بسیار با اتفاق هستند. اگر شما ببینین در او طرف یک دالاسپیکر در بالای مسجد معلوم میشه که این مسجد در سال 1338 تأسیس شده. شما حساب بکنید در سال 1338 تأسیس شده چند سال میشه و بزرگان میگن که در سابق در اطراف این مسجد دو برادر زندگی میکردن. همین مسجدی که روبرو دیده میشه و ما شما میبینیم، در اینجا دو برادر زندگی میکردن که در اینجا یک قلا بودن، دو برادر زندگی داشتن، یکشان در تر اطراف دیگر رفتن و نواسه ها و کواسه های همین فرد در اطراف همین مسجد و همین قریه فعلا زندگی دارن که نمونه از یک زندگی فامیلی را در اینجا نشان می دهد. همینطور می رویم و می خواهیم که در مورد زیارت نوبرادر به شما کمی معلومات بدهیم. بزرگان قریه می گویند که در سالهای بسیار قدیم 9 تا برادر در اینجا زندگی می کرده که فعلا قبر 3 تایش همراه یک خواهرش در همین ساحه وجود داره و بقیهشان در جاهای دیگر ولسوالی خواجه عمری دفن شده که همه مردم این ساحه به این زیارت بسیار اعتقاد داره و همیشه می آین به زیارت اینجا و از اینجا دیدن می کنن. قبر خواهرش هم در پشت همین قبری که من شما را نشان دادم موقعیت داره، به نام زیارت بی بی حلیمه مشهور است که به تصویر نیست اما در همین مکان موقعیت داره. از خانواده صاحب این زیارت فقط دیوارهای بسیار کهنه به جا مانده که جای خانه اش بوده و بزرگان قریه قصه میکند که در زمانهای جنگ بود و خمپاره ها از طرف شهر به طرف ولسوالی می آمد و قرار بود تا
به این ساحه اصابت بکند، اما این زیارت و بزرگی که در اینجا نهفته بود، هیچ نوع از بزرگان قریه قصه می کند که در زمانهای جنگ بود و خمپاره ها از طرف شهر به طرف ولسوالی می آمد و قرار بود تا به این ساحه اصابت بکند، اما این زیارت و بزرگی که در اینجا نهفته بود، هیچ نوع از خمپاره ها که به این سمی آمد انفجار نمی کرد. جالب اینجاست دوستای عزیز که وقتی که گلوله های راکت و هاون می آمده به این ساحه، اصلا انفجار نمی کرده. این آدم به واقعیت این وامی داره که واقعا همچون زیارت بزرگ و اشخاص بزرگی موجود بوده. دوستای عزیز، برنامه ما به پایان میرسه. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و سابسکرایب هم یادتان نرود. وقت به کامتان، خوش و خوشحال باشین. الله یار و مددگارتان.